قیز و حراس رژیم از افشای کرونای ولایت توسط مجاهدین سایت وابسته به باند فاشیستی معتلفه اول اردیبهشت 99 مجاهدین یک آرزو دارند و آن این است که در ایران اعتراض و اعتصاب سراسری شکل بگیرد و نتیجه آن فروپاشی نظام باشد مجاهدین از اواخر بهمن فعالیت تبلیغاتی را علیه نظام شروع کردند. از صدور بیانیه روزانه گرفته تا توییت مریم رجوی و پخش فایل صوتی از مسعود رجوی به مناسبت سوء مدیریت در نظام تا به مخاطبان خود بگویند وضعیت در ایران بسیار وخیم است. مریم رجوی از اول اسفند با صدور بیانیه های جداگانه برای مقابله با پنهانکاری دولت جمهوری اسلامی ایران از سازمان بهداشت جهانی خواست فوراً حیعت های نظارت و درمان خود را به ایران بفرستد. او ضمن متهم ساختن نظام به پنهانکاری سپاه را مقصر اصلی شیوع کرونا در ایران معرفی می کند. سایت حکومتی نما از باند معتلفه مریم رجوی در ششم اسفند کرونا را همان تجربه هواپیمای اوکراینی در ابعاد کلان عنوان می کند و از پزشکان و پرستاران می خواهند برای خونسا کردن پنهانکاری های نظام اطلاعات خود را سریعا در اختیار افکار عمومی بگذارند. سایت حکومتی نما وابسته به باند فاشیستی اول اردیبهشت 99 گروه مجاهدین از اواخر بهمنماه در بستر فضای مجازی فعالیت تبلیغاتی خود را علیه نظام اسلامی شروع کرده است از صدور بیانیه روزانه گرفته تا توییت زنی مریم رجوی و حتی پخش فایل صوتی از مسعود رجوی به مناسبت سوء مدیریت در ایران اسلامی اقدامات انجام شده توسط این گروهک است تا به مخاطبان ساده لحتر از خودشان بگویند که وضعیت در ایران بسیار وخیم است برخی از اقدامات این جریان بدین شرح است بحرانی نشان دادن اوضاع ایران مریم رجبی از اول اسفند تا پنجم اسفند ماه با صدور بیانیه های جداگانه برای مقابله با پنهانکاری دولت جمهوری اسلامی ایران از سازمان بهداشت جهانی خواست فوراً هیئت‌های نظارت و درمان خود را به ایران بفرستد و نگذارد شمار قربانیان ویروس کرونا سیر سعودی پیدا کند او در این بیانیه تاکید می کند حاکمان نظام اسلامی باید امکانات درمانی را برای رسیدگی به بیماران و حفظ جان و سلامت آنان در اختیار همه پزشکان و پرستاران بگذارد تا در شهرهای مختلف کشور به کمک مردم بشتابند او ضمن متهم ساختن نظام به پنهانکاری سپاه را مقصر اصلی شوع کرونا در ایران معرفی می کند مریم رجوی در چهارم اسفند با صدور بیانیه‌ای ضمن فراخوان مجدد از سازمان بهداشت جهانی وزارت بهداشت را متهم به مطلع بودن ورود ویروس کرونا از یک ماه پیش یعنی اوایل بهمن ماه کرد و مدعی شد که حاکمان نظام جمهوری اسلامی در جریان ورود ویروس به کشور بودند ولی مردم را در جریان امر قرار ندادند سازمان مجاهدین در پنجم اسفند ماه در بیانیه خود خبر از اعتراضات گسترده در داخل کشور داده و می نویسد پنهانکاری و دروگوی های فضاحتبار نظام اسلامی در مورد ویروس کرونا و عدم اقدامات پیشگیرانه و عدم تأمین وسایل ضروری مانند ماسک و وسایل ضد عفونی موجب بروز اعتراضات گسترده مردم شده است. در تالش، صدها تن از جوانان در اعتراض به دروغ پردازی رژیم درباره شیوع این بیماری دست به اعتراض زده و با نیروی انتظامی درگیر شدند. دانشجویان دانشگاه ولایت ایران شهر نسبت به ورود دو آخوند با شعار آخوند ویروسی نمیخواهیم دست به اعتراض زدند. در بوشهر نیز دانشجویان دانشگاه خلیج فارس با برگزاری یک تجمع اعتراضی خواهان تعطیلی دانشگاه شدند. متهم کردن نظام به پنهانکاری رجوی در ششم اسفند طی بیانیه دیگر کرونا را همان تجربه هواپیمای اوکراینی در ابعاد کلان و در سطح سراسری و در حق همه ایرانیان عنوان می کند و از پزشکان و پرستاران و کارکنان بیمارستان ها می به خاطر حفظ جان و سلامت مردم ایران و برای خونسا کردن پنهانکاری ها و اطلاعات گمراه کننده ای نظام اطلاعات خود را سریعا در اختیار افکار عمومی بگذارند و از سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی و سازمان های بین المللی طرفتار و حقوق بشر می خواهد تا فاشیسم دینی حاکم بر ایران را وادار کنند تمام حقایق و آمار در مورد کرونا را برای حفظ جان و سلامت مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه در اختیار افکار عمومی و ارگانهای بین المللی زیر بگذارد در ادامه از ملت ایران به ویژه جوانان می خواهد تا تیه اعتراضی حاکمان اسلامی را از یک سو وادار به بیان حقایق نموده و از سوی دیگر مجبور نمایند امکانات پزشکی و درمانی که به طور گسترده در اختیار پاسداران و دستگاه های امنیتی است در اختیار مردم و بیمارستان ها و پزشکان مالج قرار دهد مریم رجوی در همین تاریخ طی توییتی عنوان می شیوع ویروس کرونا در زندان های اوین و گوهردشت یک خطر جدی است از کمیسر عالی حقوق بشر و شورای عالی حقوق بشر می خواهم بیدرنگ برای حفظ جان و سلامت زندانیان دست به کار شوند و از یک فاجعه بزرگ انسانی ممانعت کنند. دستورالعمل نمایشی رئیس قوه قضاییه درباره مسون کردن زندانها و زندانیان از ابتلا به ویروس کرونا فریبکاری و سرپوش بر این فاجعه است. تلاش برای ایجاد آشوب خیابانی مجاهدین یک آرزو دارند و آن این است که در ایران اعتراض و اعتصاب سراسری شکل بگیرد و نتیجه آن فروپاشی نظام اسلامی باشد در بیانیه 11 اسفند ضمن فریب کار خواندن نظام اسلامی مردم را به اعتصاب و اعتراض سراسری فراخوان میدهند و ضمن ارائه آمار دروغ از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران و متهم نمودن مجدد سپاه در خصوص فروش ماسک ها با قیمت بالا در سطح کشور و قاچاق آن وضعیت بیمارستان ها در کشور را اسفناک خوانده و این گونه تصویر سازی می کنند که تمامی راهروهای بیمارستان ها پر از بیماران کرونایی است و نظام در پذیرش و رسیدگی به بیماران کاملا ناتوان شده است. مریم رجوی خواستار مجدد اعزام فوری حیعت های نظارت و درمان سازمان بهداشت جهانی به ایران شده و با الفاظ فریبکارانه خواستار خارج کردن امکانات پزشکی و بهداشتی از انحصار پاسداران و در اختیار قرار دادن پزشکان و بیمارستان ها و مردم می شود در پایان بیانیه نیز مردم را به شورش علیه نظام فراخوانده و می نویسد هدف نظام از فریبکاری، صد بستن بیهوده در برابر مردم و جوانان شورشی و مقابله با قیام و خشم مردم است. در چنین وضعیتی، باید هرچه بیشتر بر ضرورت ابراز انزجار از رژیم آخوندی و اعتراض و اعتصاب تا هر کجا که امکان پذیر است، تأکید نمود. متهم کردن سپاه مجاهدین در بیانیه تاریخ دوازدهم اسفند برای بار چندم ضمن حمله به نهادهای انقلابی به ویژه سپاه این گونه آورده است امکانات پزشکی اساساً در اختیار سپاه پاسداران و سرکردگان نظام قرار دارد و در حالی که آخوندهای حکومتی و آغازاده ها از بهترین امکانات پیشگیری و درمانی برخوردارند عموم مردم و مبتلایان از امکانات اولیه مانند ماسک و محلول های ضد عفونی کننده محروم هستند. احتکار ماسک و دیگر الزامات پزشکی و فروش آنها در بازار سیاه توسط سپاه پاسداران و دیگر ارگان های حکومتی جریان دارد و به اعتراف سرکردگان و رسانه هایشان این گونه وسایل گاه به ده برابر قیمت به مردم فروخته می شود. دروغ بحرانی بودن اوضاع زندان در ادامه بیانیه نسبت به شیوع کرونا در زندان ایران هشدار می دهد و از دبیر کل شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و دیگر مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر برای نجات جان و سلامت زندانیان و جلوگیری از یک فاجعه بزرگ انسانی استمداد طلبیده و می نویسد انبوه گزارش از زندان های مختلف کشور حاکی از آن است که ویروس کرونا در زندان بزرگ تهران، فشافویه و زندان های گوهردشت، قزلحصار، مرکزی کرج، ارومیه، شیبان اهواز و کاشان شیوع پیدا کرده و بیداد می تعداد زیاد زندانیان و فقدان کمترین امکانات بهداشتی گسترش ویروس را تسریع می کند. زندانیان از داشتن ماسک و مواد ضد عفونی کننده محروم هستند. در برخی زندان ها مانند قزل حتی صابون و مواد شوینده وجود ندارد.